سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه دهم ماه میزان سال 1394 هجری خورشیدی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. متهم شدن طالبان به ارتکاب جنایت های جنگی در کندوز از سوی سازمان عفو بین الملل. رهبری نبرد کندوز از سوی جنگجویان خارجی. ولسوالی بهارک بدخشان در تهدید شدید جنگجویان طالب. متهم شدن پاکستان به پشتیبانی از هراس افغانی سوی هند. و قهرمانی تیم دسپین غربازان در چهارمین دور لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن. مشروع خبرها. عفو بین الملل طالبان را به ارتکاب جنایت های جنگی و بشری متهم می سازد. عفو بین الملل از نقض حقوق بشر، تجاوزها و قتل های گروهی و نیز بازرسی خانه های مردم از سوی طالبان در کندوز به شدت نگران است. یافته های نهاد از اشغال سه روزه شهر کندوز از سوی طالبان نشان می دهند که طالبان یک فهرست هدفمند از نام ها برای بازداشت، کشتن و تجاوز در ولایت کندوز داشتند و به گونه گسترده حقوق بشر را نقض کردند. در همین ریاست جمهوری بگوید که طالبان در ولایت کندوز بر ناموس و عزت مردم تجاوز کردند و این کارانان جنایت در برابر کندوزیان است. عابد جوینده گزارش می‌دهد. سازمان عفو بین الملل پس از سقوط شهر کندوز به دست طالبان با برخی از افراد به ویژه زنان در کندوز گفتگو کرده است. یافته های این نهاد نشان می دهند که طالبان در نخستین ساعت های اشغال شهر کندوز هر آنچه خواستند انجام دادند و مردان و جوانان را به گلوله بستند. و نیز طالبان نخست بر قابله ها در بیمارستان کندوز تجاوز کردند و پس از آن آنان را کشتند. اینا میتونه که به مسابه جرایم جنگی به حساب بیایه و تخطی از قوانین جنگ در افغانستان. پس به این دلیل ما فکر میکنیم که باید دولت افغانستان، جامعه جهانی و همچنان محکمه بین المللی جرایم هرچی در باید مسائل و کشتارهایی که در ولایت قندوز صورت گرفته و تخطی هایی که صورت گرفته اینا را مورد تحقیق و بررسی قرار بده. زمانی که هر گونه جرم ارتکاب شده باشد در شهر کندوز، ای کمیسیون یافته هایش با حکومت شریک می سازد و حکومت هم به حیث یک حکومت مسئول و حکومتی که احترام دارد به قانون اساسی افغانستان با در نظر داشت تمام پروسیجر کاری حقوقی از این آن در افراد و گروه هایی را که واقعا مرتکب جرم شده باشند به پنجه قانون می سپارد. نگرانی دیگر این است که مردم هنوز هم در وضعیت بد زندگی می کنند. در کندوز ټول خاریان چې دي تر اوسه پورې په کورونو کې بندیان پاتې دي، حصار دي او هغه حتی هغه اوبه چې دی خدای تعالی ډېرې پوره پریمانه دي په کندوز خار باندې اوبه وچې شوي دي، هلته اوبه نشته، د خلک د خوړو نه گفته می شود که جسد های کشته شدگان در روستاها باقی مانند و خانواده ها بدون نان و آب در خانه هایشان گیر ماندند. امکانات رفت آمد در اون شهری نیست، پس هیچ کس از مرگ یکی دیگهشان خبر ندارن و زخمی ها چون تماما شفاخانه ها چور و چپاول شد، دکترها بر تیربار شدن و داروخانه ها بسته هست. در این حال شماری از سربازان ارتش از نبود امکانات از سوی رهبران حکومت سخت انتقاد می کنند. مهمت نرسیدگی اشرف غنی به خپل چوکی کې نه عبدالله به خپل چوکی کې نه مونږ ته مهمت ترسه دو سر جنگی وو دوز مونږ دا ټیک نه دی خو مهمت نشته دی په دې انټرنیشنل په دې رنجر باندې خو هیڅ نه کیږي. عفو بین الملل میگوید که طالبان بر زندانیان زن در کندوز تجاوز کردند و آنان را با خود بردند. این نهاد از فرار زندانیانی که هراس افغان و ناقض حقوق بشر بودند نیست ابراز نگرانی میکند. در سقوط شهر کندوز جنگجویان عرب، چچنی و به ویژه جنگجویان پاکستانی نقش رهبری کننده را داشتند. فرمانده پلیس کندوز با اظهار این مطلب میگوید که تاکنون بیشتر از 300 جنگجوی داخلی و خارجی در درگیری های روزهای اخیر در کندوز کشته شدند. شریف امیری نخستین خبرنگار که پس از سقوط شهر کندوز به این شهر رفته میگوید که نقش حمله های هوایی نیروهای خارجی در حمایت از نیروهای دولتی در این عملیات برجسته بوده. وی میافزاید کسانی که در خانه هایشان گیر ماندند سخت با کمبود مواد خوراکی روبرو هستند.
ما در واقع نخستین خبرنگارای هستیم که داخل شهر قندوز شدیم. شهر هنوزم دکانها بسته است و مردم آواره از هر طرف میرن و حتی قیمت یک نان او هم اگر در یک خبازی که اگر پیدا شود 50 افغانی است و مردم هنوز هم در محدوده خانه هایشان است. اینجا زیر جنگ مونده بودیم. دیشب میشد که نان او هیچ پیدا کرده میتونستیم. اینمی حالا به اگزا به تا مدرسه خیابان رفتیم یک نان بایی الاس برام نان به اگزا بایی از پیش گرفتیم خیستیم آمدیم. ما در فرماندهی پلیس ولایت کندوز هستیم، جایی که به دست طالبا افتیده بود و ما از هر اتاق تنها همی اتاق به گونه نمونه انتخاب کردیم و طالبا وقتی که آمدن اینجا تمامی قلفا را پراندن و آمدن و وضعیت را شما میبینین که حتی تمامی ورقا پراگنده هر طرف افتیده است. اما یک گپ هست که در ندادن، اما هر آن چیزی که در اینجا بوده بررسی کردن، چک کردن و دوباره پس نیروهای امنیتی توانستن که این بخشا را از اداره طالبان بیرو بکشن. جسدهایشان که ما بررسی کردیم، در بین جسدها که شما دیدید در سنه شاهد سنه هستین، چچنی است، عربی است، پاکستانی زیاد در بین زیاد دیده میشن. این شهر در حدود 100 ساعت زیر اداره طالبان بود و همین اکنون هم جنگ به گونه پراگنده ادامه داره و گفته میشه که هراس افغان‌ها در برخی از خانه ها جا به جا شده و حتی نیروهای امنیتی در مقابل هر کوچه ساده هستند و به گونه بسیار دقیق نظارت میکنند از وضعیت. اما هنوز هم وضعیت گونه است که نمیشه در کل شهر به گونه عادی گشت و گذار کرد و هنوز هم مردم در خانه هایشان از دکان ها بسیاریشان بسته است و نیروهای امنیتی تلاش دارد تا عملیات پاکسازی را از خانه ها هم به پایان برساند تا روند زندگی در این شهر دوباره عادی شود. شریف امیری، تالو نیوز، ولایت کندوز. طالبان پس از تصرف کندوز تلاش داشتند ملا اختر محمد منصور رهبر این گروه را چند روز به این ولایت بیاورند، اما به این هدف نرسیدند. معاون رئیس ستاد ارتش بابرازی این مطلب به مردم اطمینان می‌دهد که اوضاع کندوز زیر اداره نیروهای دولتی است و عملیات دوم نیز آغاز شده. این جنرال 4 ستاره ارتش می‌افزاید که طالبان در کندوز کارهای وحشیانه انجام دادند و تمامی دارایی‌های مردم را به تاراج بردند. در همین حال وزیر امور خارجه در سفرش به کندوز به نیروهای امنیتی اطمینان داده که مردم به این نیروها باور دارند و از آنان پشتیبانی میکنند. شکیلا ابراهیم خیل در این باره گزارش دارد. پس از اعتزاز پرچم سه‌رنگ کشور در کندوز، پای بسیاری از مقام ها به کندوز کشانیده شده است تا اوضاع را از نزدیک نظاره کنند. اطمینان برتان میتم که مردم افغانستان از نیروهای ملیشان حمایت میکنن و در پهلوی نیروهای ملی خود قرار دارن و کسانی که فکر میکنن با این حملاتی که صورت گرفته شد چیزی به دست بیارن، ناکام هستن و ناکام خواهند بود. در همین حال مراد علی مراد، معاون رئیس ستاد ارتش که فرماندهی نبرد کندوز را بر دست دارد، میگوید که شب گذشته دومین عملیات نظامی را راه اندازی کردند و از عملکردهای طالبان در برابر مردم چنین بازگو میکند. با تفاوتی از برخوردهای گذشته ها در سایر نقاط و ولایت، اینا برخوردی بسیار زشت و فراموش ناشدنی را بالای مردم کندوز انجام دادند. مردم از خانه هایشان بیجا کردن، مردم از خانه هایشان اونا را مجبور کردن که خانه هایشان را ترک بکنه و دارایی مردم را به غارت بردن و مال و اموال مردم، خانه های مردم، زیورات زنا و طفلا را و همچنان موترار از موتر فروشی ها و یک تعداد مردم جانشان را حتی گرفتن. با این همه معاون ستاد ارتش کشور میگوید که اوضاع کندوز را زیر اداره دارند و به مردم اطمینان میدهند تا هنگامی که تمامی بخش‌های این ولایت را پاکسازی نکنند، به عملیات‌های نظامیشان ادامه خواهند داد. فعلا وضعیت تحت کنترل هست. هنوز مردم ما دعوت نکردیم در خانه‌شان و انشاءالله امشب عملیات‌های خود را سپری بکنیم. برای فردا باز یک نتیجه گیری و ارزیابی میکنیم که چی وقت ما میتونیم که مردم پس به زندگی عادیشان اینا را دعوت بکنیم.
نیروهای دولتی به کمک حمله های هوایی نیروهای آمریکایی بخشای شهر کندز را آزاد ساختند. گزارش ها می رسانند که در این عملیات شماری از نیروهای ویژه آمریکایی نیز نقش داشتند. با این همه تلاش ها برای چگونگی رسانیدن کمک ها به بیجا شدگان کندز، بردوج بدخشان و طالب و برفک بغلان آغاز شدند. با آمد دوم رئیس اجرائیه با شمار از وزیران کابینه و شمار از نهادهای مددرسان گرده هم آمدند تا برای رسانیدن مواد خوراکه به بیجا شدگان این سه بخش کشور تصمیم بگیرند. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. اینجا معاون دوم رئیس اجرائیه و شمار دیگر از وزیران کابینه و برخی از نمایندگان نهادهای کمک کننده جهانی گرد آمدند تا درباره چگونگی رسانیدن کمک های فوری به باشندگان کندز ریزنی کنند. مطابق سایه ها که از اوران نفر از شهر بیرون شده و تخار و کلفگان اینجا و اینجا مهاجر شدن، بجای شدن و همچنین 500 نفر میگن در شیرخان بندر اونجا هستند. این مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی به ستایش از عملکرد نیروهای امنیتی میگوید که این نیروها نشان دادند که برای پاسخگویی بر گونه تهدید آماده هستند. توانمندی نیروهای افغانستان به حدی هست که بتوانند اگر کسی که پیش میاد اونا را جبران بکنند. البته بدون شک بعضی کمبوداتی که هست، مسئله نیروی هوایی و اینا یک مسئله هست، باید به زودی جبران شود. از سوی هم یک نماینده کندز در مجلس با شماری از جوانان کندز چادر تحسن برپا کرده است. ما سر جهان صدا میکنیم، سر سازمان ملل متحد صدا میکنیم که لطفاً مردم ما را از این فاجعه انسانی نجات بدن. ما از دولت، از حکومت خواهش میکنم که بداد کندز به مردم کندز دل بسازند. در حالی که باشندگان کندز در وضعیت بدی قرار دارند، گذشته از تلفات جانی گفته می شود ده ها تن از باشندگان کندز بیجا شدند و سخت به مواد خوراکه و دارو نیاز دارند. طالبان پس از اشغال ولسوالی بردوج بدخشان، ولسوالی بهارک این ولایت را نیز اشغال کردند. سخنگوی والی بدخشان تایید می کند که ولسوالی بهارک پس از درگیری های شدید به دست طالبان سقوط کرد. عابد جوینده گزارش می دهد. نمایندگان بدخشان در شورای ملی میگن که طالبان پس از اشغال وردوج نون ولسوالی بهارک را محاصره کردند. یک ولسوالی وردوج دیروز سقوط کرد و در ولسوالی بارک هم جنگ دوام داره. اگر ولسوالی بارک سقوط کنه، فیض آباد هم متاسفانه که در تهدید است. متاسفانه طور اردو را در او سمت اینا تقویه کردن و اصلاح راهنمایی کردن که اراده جنگ در اردو و در پلیس افغانستان کمتر وجود داشت. وزارت دفاع ملی سقوط کامل وردوج را به دست طالبان نمیپذیرد و از آغاز عملیات در این ولسوالی سخن میزند. و بدخشان یا نور و نقطو که دوی گردوری ها چی دادی در پارغ شدی استفاده و که تبلیغات تا زمینه برابر کی وردوج که مشکل ایجاد شویدی و دو پستی زمونگا سرتیر رو خوشی کردی و سال تا عملیات رواندی انشالله اغا مشکل هم حالیگی. ما در وردوج با مشکلات و تعدیدات رو بروشنیم، برنامه برای ای وجود داره که ما چگونه بتانیم این تعدیدات از بین ببریم. رویش بشدت کار صورت میگیرم. وردوج از ولسوالی های نامن بدخشان است که از دو سال بدین سو گواه فعالیت های مخالفان مسلح است. این ولسوالی در بهار امسال نیز گواه درگیری های سنگین میان طالبان و نیروهای دولتی بود. این ولسوالی از پایگاه های طالبان در بدخشان شمرده می شود. ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. وزیر خارجه هند پاکستان را به پشتیبانی از هراس افغانان متهم می کند. سوشما سواراج که در نیویورک سخن می زد ادعای نواز شریف را درباره این که پاکستان قربانی اصلی هراس افغانی است رد می کند و می گوید که پاکستان قربانی سیاست های نادرست خودش شده. در همین حال پاکستان امروز به گونه رسمی از هند از بحر مداخله در امور داخلی این کشور به سازمان ملل متحد شکایت کرد.
وزیر خارجه هند که در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می گفت، از پاکستان از بهر حمایت از هراس افغانان سخت انتقاد می کند. سوشما سواراج می گوید که حکومت هند آماده گفتگوهای صلح با پاکستان است، اما در گام نخست پاکستان باید از حمایت از هراس افغانان دست بردارد. بھارت ہر ویواد کا حل وارتا کے ذریعے ہند با گفتگو با پاکستان آماده است، اما گفتگوها و راسفگری با هم دیگر یک جای امکان پذیر نیستند. نخست وزیر پاکستان اجندای 4 ماده‌ای را برای گفتگوها پیشنهاد کرد. من میخواهم پاسخ بدهم، ما 4 ماده برای گفتگوها نیاز نداریم، تنها یکی آن را میخواهیم. دست از راسفگری بردارید و اجازه بدهید به میز گفتگوهای صلح بنشینیم. این کار میتواند همه چالش ها را از میان بردارد. هند در حال پاکستان را به حمایت از هراس افغانان متهم می کند که بروز جمعه سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد مدارک را درباره دخالت هند در بلوچستان و کراچی به سازمان ملل متحد سپرده است. هند و پاکستان دو کشور همسایه همواره یکدیگر را به پشتیبانی از هراس افغانی و مداخلت در امور داخلی یکدیگر متهم می کنند، اما روشن نیست که افزایش تنش ها سرنوشت این دو کشور دارای جنگ افزارهای هسته ای را به کجا خواهد کشانید. ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه. ادامه خبرها. از آغاز امسال تا کنون میزان بیکاری در کشور 15% افزایش یافته. مسئولان اداره مرکزی احصائیه میگویند که سال پار میزان بیکاری و نبود کار کافی در کشور 25% بود، اما آمارها نشان میدهند که در حال حاضر این رقم به حدود 40% رسیده. در همین حال مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع میگویند که به علت مشکلات اقتصادی و نبود کار شمار زیاد از کارگران فنی در پارکهای صنعتی کشور بیکار شدند. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. افزایش مشکلات در شمار از نهادهای دولتی و خصوصی و نیز رکود صنایع در کشور سبب شده است که از چند ماه بدین سو بیکاری و کمکاری در کشور به گونه چشمگیری افزایش یابد. مسئولان اداره مرکزی احصائیه میزان بیکاری کنونی را در کشور در حدود 40% میدانند. اونایی که قبلا کار داشتند کار خود از دست داده باشند بنابر مشکلاتی که اقتصادی که وجود آمد و همچنان جای کار جدید اصلا ایجاد نشده. بنان این هم میبینیم که یک رشد بسیار سری داشته، تقریبا در حدود 15% بیکاری و کار ناکافی رشد کرده که هم به مشکلات جدی برای اقتصاد مواجه میسازند. در همین حال مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع با در نظر داشته افزایش مشکلات فراراه صنایع کشور و عدم حمایت لازم از این بخش میگویند که به علت کاهش فعالیت های شمار از کارخانه ها و نارسایی های مالی صاحبان صنایع، شمار زیادی از کارگران این کارخانه ها بیکار شدند. بنابر نبود پروژه های انکشافی و بسیار مهم در بخش ساختمان، در بخش زیربنایی باعث ازی شده که بیکاری افزایش بیابند. کمپانی های زیادی تعداد کارمندایشان مثلا حدوداً 2000-2500 بوده، اکنون که ما میبینیم یک تعداد کارمندا به 200 به 250 بلکه به 150 کاهش یافته. این در حال است که مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی با نگرانی از افزایش بیکاری در کشور میگویند که بر بنیاد آمارهای نخستین در حال حاضر بیش از 1,800,000 فرد واجد شرایط کار در کشور بیکار هستند. و بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکند. آقای رسا، خوش آمدید به استودیو. تازه ها در بخش ورزش چی ها هستند؟ بیشتر از 7000 تماشاگر امروز در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان آمده بودند تا بازی فاینال دیسپلین غربازان و شاهین آسمایی را تماشا بکنند که در پایان دیسپلین غربازان موفق شدند در ضربات پنالتی شاهین را شکست بدهند و برای نخستین بار قهرمان مسابقات شوند و جایزه نقدی 750000 افغانی را هم از آن خود بسازند که پس از میان برنامه کوتاه به گزارش میپردازیم. باز هم خوش آمدید. تیم فوتبال دیسپلین غربازان فاتحه چهارمین دور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن شد. سبزپوشان در زدن ضربه های پنالتی 4-3 زردپوشان پایتخت را شکست دادند و برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی این پیکارها ایستادند.
بازی این دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه با برابری بدون گل پایان یافته بود. رویاروی شاهین آسمایی و دسپین غربازان دو گل فوتبال لیگ برتر افغانستان روشن برای به دست آوردن جام قهرمانی چهارمین دور این پیکارها روی مستطیل سبز رنگ و بوی دیگر به ورزشگاه فدراسیون فوتبال کشور داده است. دادن شاخه های گل به نیروهای امنیتی کشور و ستایش از این نیروها پیش از آغاز بازی از ویژگی های این دیدار است. احساس خوشی دارم، من برای ملت افغانستان خدمت میکنم تا زنده استم تا آخر قطره خون خود خدمت میکنم. فرجام این دیدار این رقابت ها در حضور بیشتر از 7000 تماشاگر با مراسم ویژه آغاز شد. شاهین آسمایی بازی را تهاجمی آغاز کرد، اما هرچی زد بدر بسته خورد. انگار قفل دروازه بازان باز شدنی نیست. در مقابل تیم بازان هم چند زد عمله را روی دروازه شاهینی ها انجام داد، اما راه به جای نبرد و سرانجام توپ از خط دروازه ها عبور نکرد و دو تیم نیمه اول را با برابری بدون گل بر رختکن رفتند. زیبایی، شور و هیجان بازی پایانی لیگ برتر افغانستان روشن باعث شده است این شهروندان آلمان برای تماشای این دیدار اساس به کابل بیایند. من به خاطر تماشای بازی فاینال لیگ برتر افغانستان با دوستانم به کابل آمدم و خوشحالم که امروز در اینجا از نزدیک این بازی را تماشا میکنم. نیمه دوم باز هم مانند نیمه نخست با عملات هر دو تیم روی دروازه های یک دیگر آغاز شد، اما هر دو تیم در حمر گلزنی ناکام بودند و سرانجام نیمه دوم هم بدون باز شدن دروازه ها پایان یافت و بازی به وقتهای اضافه کشانیده شد. در وقتهای اضافه هم تلسم باز نشدن دروازه ها نشکست و سرانجام برای مشخص شدن تیم قهرمان رای زدن ضربه های پنالتی شدند. در زدن ضربه های پنالتی این دسپین غربازان بود که 4-3 مدافع قهرمانی را شکست داد و برای نخستین بار قهرمان این پیکارها شد. نه واقعا سطح فوتبال فضل خدا خوب شد در ولایات، همچنان فوتبال معیاری شده و فوتبال خوب شده. ای بر ما بسیار جای خوشی است که امروز با تفاوت بسیار کم مرکز با ولایات میتونند بازی بکنند. من تشکر میکنم از رهبری سالم فوتبال افغانستان و تمام دستاندرکاران فوتبال که تانستن زحمت بکشن شرایط را چنین آماده بسازن که لیگ برتر در منطقه نظیر نداره. در پایان این بازی ها جایزه 750,000 افغانی به تیم قهرمان داده شد، جایزه 500,000 افغانی نیز به تیم دوم تعلق گرفت و پیش از این نیز تیم‌های دمایوان، اتلان و شای آمو باعث تیم‌های سوم و چهارم جایزه های 250,000 و 125,000 افغانی را به دست آوردند. برنامه های دیگر تلو نیوز و تلو را هم ببینید. خدا نگهدار.